به گفته یک مقام آمریکایی، یکی از مقام‌های ارشد الشباب در سومالی در حمله هواپیمای بدون سرنشین آمریکا کشته شد. مقام‌های سومالی می‌گویند حسن علی دهور که سال گذشته نام او در فهرست 12 نفره مهمترین تروریست‌های تحت تعقیب آمده، گروهی از اشرار الشباب را رهبری می‌کرده است. پیتر کوک، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، می‌گوید این حمله روز پنجشنبه و با همکاری نیروهای دولت سومالی انجام شده است. آقای کوک می‌گوید که حسن علی طراح و مجری عملیاتی بوده که به کشته شدن حداقل 3 آمریکایی منجر شده است. او به تلاش برای طراحی حملات دیگری علیه شهروندان آمریکایی در کشورهای آفریقای شرقی نیز متهم شده است.